بچه برای زئوس براش پیغام بذارید که ما خیلی خیلی دوست داریم زئوس بیاد با ما صحبت بکنه در برای این موضوع. بهترین برداشتی رو که میتونی بکنی از حرف طرف رو در نظر میکنی و ببینی اونو میتونی بزنی یا نه. این به این میگن مرد فولادی. من آتئیست دین ستیز با مسلمون هم جبهه میشم علیه همچین حکومتی، ولی زئوس ما که خیلی دوست داریم، ولی اگه هنوز تو هم ما رو دوست داری بیا تو برنامه‌مون با هم صحبت بکنیم در این چیزا لطفا. آی زئوس چرا قوم عرب رو میذاری کنار دین؟ پس اگه تو خودت هم بس حرفت با خودت تناقض داره. حق دین ستیزی رو در چارچوب قانون داشته باشیم. سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. یه ثانیه وقت بذارید لطفا لایک بکنید. یه ویدیو جدید زئوس گذاشته درباره آقای رضا پهلوی به اسم آتئیست و شاهزاده که قسمت مهمش قسمت دومشه. الان این ویدیو 11 دقیقه است و 5 دقیقه دومشه که مهمه. فکر کنم با زئوس ما اینجا اختلاف نظر داشته باشیم. حالا میام اختلاف نظرامون رو بررسی میکنیم. ولی من قبل از اینکه این برنامه رو شروع کنم باید بگم که من اینجا حامی آقای رضا پهلوی هستم. من به نظرم که این انقلاب آقای رضا پهلوی یکی از بزرگترین سرمایه هاش هست برای اینکه این انقلاب بتونه پیش بره. سلام سلام، از اون سستوره خدای خدایان. او من هی میخوام از بحثای سیاسی فاصله بگیرم، لامصب هی نمیشه. یک نکته که مهمه، ارتباط آتئیست یا بی خدایی با جهتگیری های سیاسیه، سلطنت، جمهوری، مشروط، دموکراسی، استبداد، هرچی، چه ربطی به آتئیست بودن داره آخه؟ خب نسل من و یکی قبل از من و یکی بعد از من عموما در خانواده های مذهبی بزرگ شده ایم، در مدارس درس های دینی و معارف و این چیزا خونده ایم و خلاصه در یک مقطعی از کودکی و نوجوانی و جوانی معمولا خدا باور بوده ایم. اگر الان بی خدا شدیم معمولا از سر تعقل و تفکر و مطالعه و این چیزا هست. حالا خودمون رو تحویل بگیریم. خب از کسی که با تعقل تونسته اون ترس های مذهبی خودش رو از خدا و جهنم و اینها کنار بزنه، خب انتظار میره که بقیه امور زندگیش رو هم با تعقل سپری کنه. و چون من بی خدا، چون با تعقل طرفدار فلان جناح سیاسی شدم، انتظار دارم که همه بی خداها که نتیجه تعقلشون در دین مثل تعقل من بوده در سیاست هم مثل من نتیجه بگیرن. یعنی انتظار دارم که اونا هم عقیده من در جناح سیاسی باشن. اما خب این منطقی نیست. درسته که تعقل تعقله، فرقی نداره، ولی خب آدم بشره دیگه. تعقل آدم ها همیشه به یک نتیجه نمیرسه، خصوصا در عرصه پیچیده‌ای مثل سیاست. آقا بی خدا شدن یک امر ساده ایه، خیلی ساده است. من اینجوری فکر میکنم، خب مثلا دو نفر در نظر بگیرید، شخص A و شخص B. هیچ چیزی درباره A و B نمیدونیم به غیر از اینکه شخص A یک سوالی رو درست جواب داده و شخص B یک سوالی رو غلط جواب داده. اگه بخوایم حدس بزنیم میگیم که شخص A به طور میانگین احتمال اینکه جواب سوالای دیگر رو درست بده یه مقدار بیشتره، ولی خیلی اطلاعات کمی داریم الان درباره شخص A که بتونیم بیشتر از این بگیم. یه ذره فقط بیشتر برای شخص A میتونه همه سوالای دیگر رو غلط جواب بده. حالا اگه اون سوال این باشه، سوال اینه که آیا باور به وجود خدا موجه هست یا نه، و شخص A بگه نه و شخص B بگه آره، این به این معنی نیست که جواب سوالهای دیگه ای رو که A داره میده درسته. A میتونه دیگه بقیه سوالایی رو که ازش بپرسیم همه رو غلط جواب بده و B بقیه سوالا رو درست جواب بده. ولی اگه قرار باشه حدس بزنیم، چون یک این سوال رو A درست جواب داد، به طور میانگین یه ذره شانس A بیشتره اینکه بقیه سوالا رو درست جواب بده. چون داده که داریم فقط یه دونه است، خیلی اطلاعات کمیه که بتونیم این نتیجه گیری رو برای بقیه جواب بکنیم. آقا بی خدا شدن یک امر ساده ایه، خیلی ساده است. اینقدر ساده است یعنی اصلا آدم که به دنیا میاد مادرزادی بی خدا میشه. همین که به هیچی باور نداشته باشی بی خدا هستی. این که بعدها زیر بار هیچ دینی نری و یا در تعقل خودت خدای آبا و اجدادی خودت رو رد کنی، و یا حتی اگه رد هم نکنی بلکه فقط بگی نمیدونم که هست یا نه، همین کافیه که بی خدا باشی. ساده است. اما سیاست
الله مصب هزار تا قراغمیش داره. آدم ممکنه که هی از این جناح به اون جناح بپره، ایرادی هم نداره. همین دیدید موقع تصمیم گرفتن برای یک کار حساس آدم هی بالا و پایین میکنه، انجام بدم ندم. آدم در ذهن خودش سریع مرور میکنه که نتایج کار چیه، عواقبش چیه، تا بعد بالاخره به این نتیجه برسه که انجام بده یا نده. گاهی آدم مشورت میکنه، یعنی از فکر دیگران هم کمک میگیره، نکاتی که ممکنه خودش به ذهنش نیومده دیگری به او یادآوری کنه. بعد از مجموعه اینها آدم با تعقل تصمیم میگیره که اون کار رو بالاخره انجام بده یا نده. تصمیم گیری بر اساس اون اطلاعاتی صورت میگیره که در ذهن انسان مرور میشه. بعضی از اون موارد اینا رو چون نقدی بهش ندارم اینجا خیلی چیزی نمیگم، هی منتظرم برسم اون قسمت دومیش که درباره حرفای آقای رضا پهلویه. در ذهن بولد هستند، برجسته هستند، بیشتر به چشم میان، بعضی هاشون هم کم رنگ تر هستند. اینها در ذهن همه یکسان نیست، برای همین تصمیم افراد عاقل، تصمیم عاقلانه افراد عاقل یکی نخواهد بود. اینکه خدا رو باور کنیم یا نکنیم همه چیز به این سادگی نیست. مثلا میگم آیا در سیاست یک بی خدا میتونه مثلا طرفدار جمهوری اسلامی باشه؟ دیگه بدتر از اون که نداریم. آیا میتونه؟ بله. در نظر بگیرید یک نفر بی خدا در ذهنش براش جا افتاده که مثلا که این رژیم سقوط کنه ها کشور تجزیه میشه، امنیت از بین. اصلا تو خود ما گروه خودمون تو دیسکورد داشتیم کسایی رو که البته خوشبختانه قانعش کردیم که حرفشون اشتباهه، ولی بی خدایانی داشتیم که دقیقاً همین رو میگفتن، دقیقاً از جمهوری اسلامی، از خامنه ای دفاع میکردن، از جمهوری اسلامی دفاع میکردن به خاطر همین باورا. میره ایران سوریه میشه و از این تبلیغات های الکی که هست دیگه، کافی که اینها در ذهنش برجسته شده باشن، چون این کسی طبیعیه که طرفدار بقای این رژیم باشه. یا اینکه اصلا فرض کنید الان به جای این انقلاب زندگی آزادی، فرض کنید مثلا سازمان مجاهدین داشتن انقلاب میکردند، به فرض مردم هم مثلا طرفدار اونا بودن، خب در اون شرایط یک بی خدا ممکنه طرفدار سقوط این رژیم نباشه، چون اونا رو بدتر از اینا میدونه. ولی یک بی خدای دیگه نوید الان اگه مجاهدین بزرگترین نیروی انقلاب بودن و هیچ گزینه دیگه نبود، اگه انقلاب میشد مجاهدین میومدن سر کار، تا الان از جمهوری اسلامی دفاع میکردی که مجاهدین نیان سر کار؟ حتما با اسلحه از جمهوری اسلامی دفاع، یعنی اسلحه هم دستم میگرفتم دفاع میکردم. طرفدار سقوطش باشه، چون رفتار بد این رژیم بیشتر در ذهنش برجسته شده. میخوام بگم این نیست که همه بی خدایان در سیاست هم باید مثل هم فکر کنند، نه. یکی مثلا طرفدار جمهوریه، قبول هر گونه شاهی رو هم بردگی و بندگی میدونه، به فرض زئوس هم گفت به فرض، برای اینکه خیلی تصور میکنن که یک کسی میاد میگه جمهوری خواهه، یعنی سیستم پادشاهی رو فکر میکنه که حتما دیکتاتوریه و بردگیه و علیه حقوق بشر و اینا. من مثلا برای مثال جمهوری خواهی هستم که خیلی راحت میتونم بپذیرم که زیر یک پادشاهی مشروطه زندگی بکنم. من به عنوان یک کانادایی الان یه پادشاه دارم، یک پادشاه سیمبولیک هم دارم، کاملا آزادی بیان دارم، حقوق بشرم تو کانادا رو خیلی راحت رعایت میشه، دموکراسی هم هست، سکولار هم هست، از خیلی کشورها من جمله خود آمریکا هم که پادشاهی مشروطه نیست بهتره. من خودم ولی یه جمهوری خواه هستم، ولی اگه کسی بیاد بگه که آقا پادشاهی مشروطه دیکتاتوریه و فاشیسته و ضد حقوق شره و اینا، چرت محض این حرفا. یه ذره برگردیم که حرف زئوس وسطش قطع نشده باشه. قبول هر گونه شاهی رو هم بردگی و بندگی میدونه، به فرض. بعد پیش خودش میگه خب یک بی خدا که زیر بار بندگی خدا نرفته، پس نباید طرفدار شاه هم باشه. خب اون فرضهای اولیه‌اش ایراد داره. کی گفته قبول هر شاهی به معنای بردگی و بندگی؟ نه بابا، الان نمیخوام بحث اون رو کنم. حرف من الان اینه که کلا بحث بی خدایی جدای از موضوع سیاست هست. اما مورد دیگه که میخواستم بگم این بود که دوستان زیادی دیدم که معتقد هستند که شاهزاده یک دیندار شیعه هست و اگه قدرت بگیره اجازه فعالیت ضد دین رو به کسی نمیده. آره، اینم سیاست‌فیت فکر کردن درباره مسلماناست. تعمیم به کل، مغلطه تعمیم به کله. اینو میخوام امروز بررسی کنیم. اولا قرار نیست که شاهزاده قدرت بگیره.
و نظر شخصی ایشون اعمال بشه. نه، این تصور رو که ما داریم اختیار تام به کسی میدیم که تمام عقایدش رو بر آینده ما پیاده کنه، این افکار رو دور بندازید. قرار نیست که بازم یک نفر بر ما حکومت کنه، خیر، بلکه قراره که قوانین دموکراتیک وضع بشه و در یک حکومت دموکراتیک فعالیت ضد دین هم مجاز. اما دوستان بی خدا گفته های شاهزاده رو کنار هم گذاشتند و نگران شد. میگه دوستای بی خدا منظورش منم، چون من این توییتر رو براش فرستادم، سه تا ویدیو رو گذاشتم کنار هم، بعد من و زوس با هم صحبت کردیم، الان دقیقاً اون سه تا ویدیویی که من براش فرستادم اینجا داره میذاره. من نمیدونم زوس، خب اگر این به خاطر اون ویدیو هاست خب میگفتی من برات فرستادم. مگه من نمیدونم، من فکر کنم احساس میکنم تو فضای آتئیستا ما یه مقدار نجس شدیم. ولی زوس اگه هنوز ما رو... ما که خیلی دوست داریم، ولی اگه هنوز هم ما رو دوست داری بیا تو برنامه‌مون با هم صحبت بکنیم در مورد این چیزا. لطفاً ببینیم که شاهزاده چی گفته. قبلش اینو بگم که اصلاً مهم نیست که شاهزاده خدا باوره یا نه، مهم اینه که آیا طرفدار دموکراسی هست یا نیست. اصلاً مهم نیست و اصلاً رو نگیم، ما بگیم خیلی مهم نیست. بالاخره همه چی تا یه حدی یه مقدار مهمه. مهم اینه که آیا طرفدار دموکراسی هست یا نیست، این مهمه. و اینکه برخی ویدیوهای تقطیع شده از شاهزاده رو هم دیدم که دروغ هستند، اما مواردی که ایشون گفتند رو با هم بشنویم. ولی این به مفهوم این نیست که در آینده دموکراتیک و سکولار ایران، آینده ایران بر مبنای دین ستیزی پایه‌ریزی بشه. این حرف خیلی مهمی است که اینجا میزنم. این قسمتش ما قبول کردیم، این قسمتش ما نقد نکردیم. مبنا نباید دین ستیزی باشه، ما فقط باید اجازه فعالیت داشته باشیم. ما آزادی بیان میخوایم، ما دوست داریم دین ستیزی بکنیم، ما فقط میخوایم بدونیم که حکومت آینده میدونه که آزادی بیان شامل دین ستیزی و حتی توهین به ادیان هم میشه یا نه. اینو میخوایم بدونیم. اگه حکومت آینده ایران بخواد خودش دین ستیزی بکنه، من آتئیست دین ستیز با مسلمون هم جبهه میشم علیه همچین حکومتی. ما در قالب دموکراتیک فقط داریم صحبت از جدایی دین از حکومت، دین یه امر خصوصی است. ولی به نام ناسیونالیسم یا به نام ایرانگرایی هر نوع ستیز با هر باوری اصولا فرهنگ غلطی است. خب این قسمت دوم شما باهاش مشکل، اون قسمت اولش رو هیچ مشکلی باهاش نداری. خب بله، مبنا نباید دین ستیزی. ببین با این قسمتش هم من میتونم مشکل نداشته باشم، اگه به نام ناسیونالیسم این کار رو بکنی غلط. نه ببین، چرا به نام ناسیونالیسم ستیز با هر گونه باوری غلطه؟ بذار شما من درست گوش نکردم یه بار دیگه. ولی به نام ناسیونالیسم یا به نام ایرانگرایی هر نوع ستیز با هر باوری اصولا فرهنگ غلطی است. هر نوع ستیز با هر گونه باوری فرهنگ غلطی است، با شرط اینکه به نام ملیگرایی یا ناسیونالیسم باشه. چرا؟ مثلا من نمیتونم بیام بگم ستیز، اتفاقا بعضی از باورها به نام ناسیونالیسم ستیز باهاش موجه تره به نام ناسیونالیسم. مثلا باور به تجزیه طلبی، دقیقاً تجزیه طلبی، ستیز با تجزیه طلبی اتفاقا به نام ناسیونالیسم که تازه موجه ترم میشه. من با فاشیسم ستیز دارم، بعد شما آقای رضا پهلوی میگه به نام ناسیونالیسم ستیز با هر نوع باوری غلطه. آقا جان به نام ناسیونالیسم، به نام ملیگرایی، اتفاقا من ستیزم با فاشیسم بیشترم میشه، چون نظرم فاشیسم ملت منو میخواد داغون بکنه. چرا به نام ناسیونالیسم من نمیتونم ستیز داشته باشم با فاشیسم، با تجزیه طلبی؟ حالا یه نکته دیگه هم که هست، منظورش از باور اینجا باورهای مذهبیه، نه هر باوری، هر باور مذهبی منظورشه. ایشون مثلا باور به تجزیه طلبی رو باور نمیدونه، یعنی مثلا اونو نمیگه باور، مثلا اون میگه مثلا یه موزه سیاسی. میگه به نام ناسیونالیسم با باورها هر گونه ستیز با باورهای مذهبی غلطه. اوکی. که اینجا باشه. ایراد بهش وارد میشه که کلمه باور رو درست تعریف نمیکنه در واقع. باشه، پس بذار بهترین مرد فولادی، بچه مرد فولادی میدونین یعنی چی؟ مرد ببینیم، یه مرد پوشالی داریم، یه مرد فولادی، استرامن و استیلمن. مرد پوشالی یه مغلطه، یعنی شما به جای اینکه بیایید ادعای یک نفر رو بررسی بکنی و جواب استدلالش رو و ادعاش رو بررسی بکنی و جواب بدی، داری میای یک موضع‌گیری خیلی ضعیف‌تر رو حرف دهنش می‌ذاری و یه موضع‌گیری خیلی ضعیف‌تری رو نقد می‌کنی، الکی خودت احساس می‌کنی که برنده شدی. در مقابل این یه کاری هست که اتفاقا خیلی هم کار خوبیه و میایید بهترین برداشتی رو که می‌تونی بکنی از حرف طرف رو در نظر می‌کنی و ببینی اون رو می‌تونی بزنی یا نه. این به این میگن مرد فولادی. حالا مرد فولادی که الان نوید برای آقای رضا پهلوی کرد،
نظر من مرد فولادی خوبیه و اون موقع اتفاقا حرف آقای رضا پهلوی درست داره. ما میام میگیم که آقا جان آرمین چرا زر زیادی داری میزنی؟ معلومه که کسی نمیاد بگه که ستیز با هر باوری غلطه، خب حتی به نام ناسیونالیست. الان ما داشتیم توی کانتکستی صحبت میکردیم که حرف از دین و اسلام و این چیزا بود. منظور آقای رضا پهلوی از باور دینه. وقتی که با این کانتکست اگه در نظر بگیریم، وقتی رضا پهلوی داره میاد میگه که به نام ناسیونالیست ستیز با هر گونه باوری غلطه، منظورش اینه که به نام ناسیونالیست ستیز با هر دینی غلطه. و این موقع این جمله درست در میاد. میدونی چرا میگم اینجوری باید بررسی کنیم؟ چون ما حالا مثلا آرمین نوابی دین ستیزی رو رفته تهش رو در آورده، ریزه کاریاشو متوجه شده، کارش این بوده، برای همین دقت بیشتری داره. آقای رضا پهلوی که سیاست مداره احتمالاً این دقت رو در این مورد نداره، یه جوری صحبت میکنه که با اون مواضعی که مثلا تو داری، با اون دقتی که تو داری، حرف غلط عذاب داره. ولی در مورد مثلا یه سیاست مداری که خیلی این چیزا برای شاید مهمم نباشه، خیلی هم با این دقت بررسی نکرده باشه، شاید بشه مثلا با اقماد این ازش پذیرفت. آقا ایشون مثلا خیلی تو این زمینه متخصص نیست دیگه. خب اگه اینطوره ببین، پس هنوز هم نقد ما درسته که ما از آقای رضا پهلوی تقاضا بکنیم که با دقت، اگه منظورش این چیزی نبود که ما فکر می‌کردیم، ما به جاست که از آقای رضا پهلوی بخوایم که یه جوری درباره این موضوع صحبت بکنه که ما احساس انزوا نکنیم، احساس کنار زده شدن نکنیم. همونجوری که حساسیت باید وجود داشته باشه، آقای رضا پهلوی جوری که درباره اسلام و مسلمان‌ها حرف می‌زنه که مسلمان‌ها رو از آقای رضا پهلوی آزرده خاطر نکنه که ایشون بتونه باعث ایجاد اتحادی بشه، ما اسلام ستیزا هم این حساسیت رو داریم که آقا جان این واژه ها رو اگه منظور دین چیزی نیست که بعضی از موقع با برداشت میکنیم، یه مقدار با دقت بیشتری آقای رضا پهلوی لطفاً استفاده بکنید. بریم جلو. ما اگه بخوایم فرهنگ سازی بکنیم، مبنای ما باز بر مبنای کثرت‌گرایی و قبول و احترام گذاشتن به هر عقیده‌ای است در چارچوب قانون و آنچه که قانون اساسی تعریف میکنه. خب من اینجا حساسیت دارم. خب من احساس میکنم که آقای رضا پهلوی باید یاد بگیرن که به جای اینکه بگن که احترام گذاشتن به هر باوری، این خیلی مهمه که بیان بگن به احترام گذاشتن به حق داشتن هر باوری، نه احترام گذاشتن به هر باوری. شما وقتی حرف از قانون داری میزنی، داری درباره قانون اساسی و حق و اینا صحبت میکنی، داری درباره حکومت صحبت میکنی. حکومت در جایگاه اصلا نباید باشه که بخواد چه احترامی بکنه به هر باوری، چه احترام بذاره به هر باوری. احترام گذاشتن به باور یعنی به رسمیت شناختنش، یعنی پروموت کردنش، یعنی قبول کردنش. و قانون اساسی و قانون به طور کل باید در جایگاهی باشه که احترام بذاره به حق داشتن باور، نه خود باور، چه علیهش چه ضدش. با انتقام و با توهین و با پرخاش و با انتقام، بله انتقام موجه نیست، ولی توهین، حالا پرخاش میتونه اذیت آزار باشه، ولی اون توهینش خیلی مهم بود. حالا میگه در چارچوب فرهنگ سازی با توهین خط قرمزشه. این مقدار مبهم داره آقای رضا پهلوی صحبت میکنه، ولی وقتی که داری میگی در باب فرهنگ سازی، آیا این فرهنگ سازی رو داره از جهت حکومت داره میگه یا از طرف خود مردم داره میگه؟ وقتی میگه این خط قرمزمه، یعنی چی خط قرمزته؟ اگه داری از جهت حکومت داری میگی، داری میگی که مثلا حکومت اگه خودش در نقش فرهنگ سازی نباید توهین بکنه، باش قبول. داری درباره مردم صحبت میکنی، خب مردم خودشون تعیین میکنن که فرهنگشون چیه، و مردم خیلی اشکالی بزرگ از جامعه هم داره تعیین میکنه که فرهنگش اصلا میخواد توهین به ادیان باشه، که الان هم داری ببینی این فرهنگ داره رشد میکنه، این خط قرمز شماست. آیا این خط قرمز آقای رضا پهلوی به عنوان یک شهرونده یا به عنوان یک کسی که داره برای قانون، الان حرفش حرف قانون بود، توی کانتکست قانون داره صحبت میکنه، آیا خط قرمزیه که منظورش توی تو چارچوب قانون و قانون اساسیه که بالاخره خطرناک میشه؟ یه مقدار این مبهمه. این حرف میتونه هم درست باشه، هم میتونه به شدت خطرناک و غلط باشه. خیلی مبهمه و به نظر من خطرناکه، مخصوصا وقتی که داره درباره خط قرمز صحبت میکنه و توهین به ادیان دقیقاً بعد از اینکه درباره قانون اساسی صحبت کرد. این حرف خیلی خطرناکه. حتی خط قرمز شخصیش میگه، خط قرمز منه. آره، ولی در به خط قرمز من برای چی؟ برای شخص من یا برای قانون اساسی؟ چون الان داشتیم درباره قانون اساسی و قانون صحبت میکردیم، دقیقاً بعد از صحبت درباره قانون داره صحبت میکنه. خط قرمز من برای ایرانی که مثلا بخواد فرهنگ سازی بکنه از جهت حکومت، از خود حکومت، یا داره درباره مردم صحبت میکنه؟ چون فرهنگ سازی یعنی چی؟ فرهنگ سازی رو که مردم که خودشون ارگانیک فرهنگ سازی میکنن. شما که نمیتونید فرهنگ سازی رو جهت بدید مگر اینکه بخواید حکومت بخواد بیاد تأثیر بذاره روی فرهنگ ایران. ببین نکته همینه دیگه، نکته همینه که رضا پهلوی تو این زمینه ها این حساسیتی رو که تو داری نداره. یعنی او به صورت کلی میگه آقا با هم دیگه چیز نکنید، دیگه مدارا کنید و اینا. داره در مورد مردم یه همچین چیزی میگه، و مثلا داره میگه تو قانون هم باید این مدارا رعایت بشه. و ببین این حساسیتی رو که ماها داریم راجع به دقتی که روی مثلا آزادی بیان است، تقریبا تمام اتکای ما تو آزادی بیان، آزادی بیان این ستیزانه، یعنی
تمام چیزایی که کردیم، ایشون تو این وادیا نیست، یعنی قشنگ با از حرفاش معلومه تو این وادیا نیست و تو این زمینه بسیار مبهم حرف میزنه. ببین من میتونم الان یک گزینه از حرفای آقای رضا پهلوی رو اینجا براتون مالکیش کنم، برای آقای رضا پهلوی که حرفش موجه باشه. مثلا داره میگه که اگر حکومت داره فرهنگ سازی میکنه، خط قرمزی رو که من برای حکومت قائل میشم اینه که مثلا نیاد بیاد توهین بکنه بعدیا و پرخاش بکنه و انتقام جویی بکنه. این الان یک برداشتی بود از حرف آقای رضا پهلوی که کاملا درست. حالا یه برداشت دیگه میتونیم بکنیم که کاملا غلطه. توی چارچوب قانون ما یک محدودیتایی باید قائل بشیم برای اینکه داریم فرهنگ سازی میکنیم و الان توهین به ادیان هم یه خط قرمزیه که مجاز نیست. داریم فرهنگ سازی میکنیم و این چیزها خط قرمز منه، برای همین ما نباید اجازه ای همچین کارهایی رو بدیم. اینم یه برداشت دومه که اگه آقای رضا پهلوی الان منظورش این بود، این حرف بسیار خطرناکه، خیلی حرف اشتباهیه، زشتیه، علیه آزادی بیان و علیه سکولاریسمه. حالا کدوم یکی از این دو تا آقای رضا پهلوی داره میگه نمیدونیم، مبهمه. و توقع و انتظار من این هستش که به هر اندازه‌ای که در باب هویت ملی و ناسیونالیسم ایرانی عمل میکنید، ولی فراموش نکنید که این واسی با فرهنگ دموکراتیک و پلورالیسم سیاسی هم جور در بیاد. بنابراین هر نوع حتاکی، هر نوع فحاشی، هر نوع ستیزی با هر باور عقیده‌ای خارج از این چارچوب، اون هم غلط هست. و ما بایستی بتونیم فراتر از متن قانون و ساختار سیاسی یک فرهنگی رو هم، فرهنگ سیاسی درستی رو جهاندازی بکنیم. فقط فرهنگ ما فردوسی و حافظ و خیام نیست. خب سخن ایشون این بود که حکومت آینده بر مبنای دین ستیزی پایه‌گذاری نشه. خب این حرف درستیه. آخه یکی از دوستان به من میگفتش که اینطور نباشه که هرچه آن خسرو کند شیرین کند. نه اینطور نیست، بلکه این کاملا منطقیه. داریم با عقل خودمون بررسی میکنیم، میگیم که این منطقیه که مبنای حکومت نباید دین ستیزی باشه. این به معنی این نیست که دین ستیزی جرمه، نه. در ادامه شاهزاده گفتند به نام ایرانگرایی هر گونه ستیز با هر باوری فرهنگ غلطی است. بله اون قسمت حرف اول آقای رضا پهلوی که مبنا بود، منم با زئوس هم نظرم که اون قسمت اول حرفش مشکلی نداشت. حالا این قسمت دوم ستیزی جرمه، نه. در ادامه شاهزاده گفتند به نام ایرانگرایی هر گونه ستیز با هر باوری فرهنگ غلطی است. خب اینم که درسته. مبنای انقلاب ما ایران گرایی هست، ملی گرایی هست. انقلاب ملی ما ضد دین نباید باشه. آخه زئوس گفت باور، گفت با هر باوری، نگفت دین لزومن. با باور تجزیه طلبی چی؟ حالا ما اینو دربارش صحبت کردیم. ضد رژیم باید باشه، یک حرکت سیاسی باید باشه، نه یک حرکت ضد مذهبی. نباید بگذاریم این دوتا رو با هم مخلوط کنند. شاهزاده داره سعی میکنه که راه به انحراف کشوندن و سودجویی رژیم رو ببنده، که رژیم نگه های مردم اینا بیان دینتون رو نابود میکنند. نه، این حرف اشتباهیه به نظر من. زود کسایی که دارن دین ستیزی و اسلام ستیزی میکنن و توهین به ادیان رو حساسی از زدایی میکنن و تابوشکنی میکنن، این اسلحه رو دارن از جمهوری اسلامی دارن میگیرن. من مثالی هم که دارم میزنم مثلا مجید رضا رهنورده و مثلا مادر کیانه. جمهوری اسلامی انتظار داره که اگه بیاد بگه اینا میخوان بیان قرآنتون رو بسوزونن، مسلمانان نگران بشن و از براندازی بکشن کنار. در صورتی که برای همین مثلا ویدیو مجید رضا رهنورد رو پخش کردن که بیاد بگه که برای من قرآن نخونید، که بیا ببین اینا چه آدمای کثیفی هستن. ولی اون تأثیری رو که جمهوری اسلامی میخواست بذاشت نذاشت، تأثیر برعکس رو داشت. مثلا این حساسیت رو مادر کیان پیرفلک اومد گفتش که پسر من از قرآن متنفر بود، اون حساسیتی رو که خیلی هم 2 سال پیش 3 سال پیش ممکن بود روی قشر مسلمان برانداز ایران داشته باشه، دیگه اون حساسیت ها کمتر شده. یعنی مسلمانای برانداز میمونن، این چیزا رو باعث نمیشه که مثلا بترسن. او هیچ کس به اندازه این رژیم دین مردم رو نابود نکرد. دقیقاً. پس قرار نیست که این انقلاب دین مردم رو ازشون بگیره. نه، و حکومت آینده هم قرار نیست که بر مبنای دین ستیزی باشه. نه، وظیفه حکومت اینه که شرایط رو مهیا کنه برای همه ادیان و باورها، از جمله باور بی خدایی. البته همه اینها در چارچوب قانون، نه فقط بی خدایی، باور به دین ستیزی. زئوس، خب اینکه بی خدایی موجهه و باید آزاد باشه، اینو دیگه معلومه که از این مرحله خیلی وقت گذشتیم. اینو اکثر مسلمان ها هم قبول دارن، حتی اکثر مسلمان های به شدت مذهبی هم دارن قبول میکنن که خدا ناباور باید آزاد باشه، که خدا ناباور باشه. الان نمیدونم چرا اصلا درباره آزادی خدا ناباوری داریم صحبت میکنیم. ما داریم درباره آزادی دین ستیزی صحبت میکنیم، آزادی توهین به ادیان و آزادی علیه دین بودن رو داریم درباره
دربارش صحبت می‌کنیم. خیلیاتون ممکنه الان بیاد بگه که آرمین انتظار داره آقای رضا پهلوی بیاد دین ستیزی بکنه. مگه اسکل آرمین که آقای رضا پهلوی انتظار داری بیاد بگه دین ستیزی موجهه؟ نه، معلومه که همچین انتظاری ندارم. موجهه که آقای رضا پهلوی در این شرایط این حرفو نزنه. در حد اینکه آقای رضا پهلوی نیاد بیاد بگه که دین ستیزی و توهین به ادیان یک فرهنگ غلطه. اینو نگو. نمیگم چیزم بگو در جهت دفاع از ما. میگم علیه ما چیزی نگو. از جمله باور بی خدایی و از جمله باور دین ستیز، حق دین ستیزی و حق توهین به ادیان تا حالا زئوس چیزی نگفته. البته همه اینها در چارچوب قانون و نه باورهای غیر انسانی و احکام غیر اخلاقی. خیر. ببین ممکنه موجه باشه که حق دفاع از توهین به ادیان و دین ستیزی برای ایران پس از براندازی زود باشه. بله من قبول دارم که ممکنه این زود باشه، ولی ما برای اینکه زودتر به جایی برسیم که ایران آماده یک همچین چیزی باشه ما باید زورمون رو بزنیم. بریم پارت دوم. زئوس اگه دوست داشتی یه روز بیا درباره این موضوع با هم صحبت بکنیم اگه مایل هستی. بچا برای زئوس براش پیغام بذارید که ما خیلی خیلی دوست داریم زئوس بیاد با ما صحبت بکنه درباره این موضوع. درباره این صحبت بکنیم که چجوری مثلا مشروطه‌خواها و جمهوری‌خواها با هم همکاری بکنن. تیم درباره این موضوع صحبت بکنیم چجوری این تفرقه رو تو جامعه کمتر بکنیم. اگه هر چیز زئوس راضی بود. بریم پارت دوم. مبادا اینکه فکر کنید جستجوی هویت ایرانیمون به قیمت ستیز با عرب‌ها یا با اسلام یا با هر چیزی از این قبیل باشه. ما لازم نداره با چیزی در اینها رو ستیز باشیم برای درک هویت ملی خودمون. اینم کاملا درسته. ببین اصلا این حرف آقای رضا پهلوی اینجا خیلی خیلی بد بود، برای اینکه اسلام ستیزی رو گذاشت در کنار عرب ستیزی، یعنی یک رفتار و یک باور بسیار زشت و نژاد ستیزانه و فاشیستی که وحشتناک با آب هفت دریا هم نمیشه اینو تمیز کرد براش مالکشی کرد، در کنار یک کار بسیار موجه و مفید عرب ستیزی و اسلام ستیزی. یعنی به نظرم آقای رضا پهلوی اون موقعی که این حرفو میزد اصلا مفهوم اسلام ستیزی رو بلد نیست که نمیدونست داره به چی اشاره میشه. فکر کنم آقای رضا پهلوی اسلام ستیزی رو با مسلمان ستیزی اشتباه گرفته. اینم کاملا درسته. هویت ملی ما به معنای ستیز با دین و قوم عرب و این حرفا نیست. آی زئوس چرا قوم عرب رو میذاری کنار دین؟ بچ این میشه اینا رو اینجوری کنار هم نذارین انگار اینا یکیه؟ بله ستیز با دین و قوم عرب خیلی با هم فرق داره. اینا رو یه جوری کنار هم نذارین انگار اینا یک چیز هستن. ببینید اینا رو وقتی کنار هم میذارید اینجوری استفاده میکنین، حتی که خودتون هم منظورتون این نباشه که اینا مثلا شبیه همن، برداشت مردم میخواهد بود که ما اسلام ستیزا عرب ستیزیم. ما اسلام ستیزا با کلی عرب اسلام ستیز همکاری کردیم. اصلا جریان اسلام ستیزی توی بین عرب ها به شدت در حال رشده. تو خیلی جاها هم از ما جلوترن. اینم کاملا درسته. هویت ملی ما به معنای ستیز با دین و قوم عرب و این حرفا نیست. واضحه. و بالاخره پارت سوم. ای بابا همین. خب این پارت دومشو خیلی نقد. هویت ملی ما به معنای ستیز با دین و قوم عرب و این حرفا نیست. واضحه. اون قسمت هویت ملی یک نفر میتونه اسلام ستیزی باشه، میتونه نباشه. یکی سیاسا میتونه مسلمون ملی گرا باشه، مسلمون به شدت ملی گرا باشه توی ایران. یکی سیاسا میتونه یه ملی گرایی باشه که هویت ملیش قسمتی از هویت ملیش اسلام ستیزی باشه. من نفهمم این چه مشکلی داره. و بالاخره پارت سوم. جمهوری اسلامی نظامی است که اسلام سیاسی رو ترویج داده. آیا رو باست حساب اسلام گذاشت کلن؟ این خیلی مهمه اینجا. الان آقای رضا پهلوی داره میاد میگه که اسلام سیاسی با اسلام قضاوت ما جداست ازش. زئوسی که میدونه، من میدونم، میدونه که اسلام از اصل اشتباهه و اسلام از اصل سیاسیه. این تفکیکی که الان آقای رضا پهلوی اینجا قائل داره میشه بین اسلام و اصل اسلام و اسلام سیاسی کاملا حرف اشتباهیه و زئوس هم اینو میدونه. آیا زئوس الان میاد به این حرف اشتباه آقای رضا پهلوی اشاره بکنه؟ اسلام از ریشه سیاسیه. این به خاطر جمهوری اسلامی نیست که ما مشکل با اسلام داریم. جمهوری اسلامی هم نبود ما مشکل با اسلام داشتیم. آیا باید این رو به حساب اسلام گذاشت؟ بله. حالا اگه ادعی با مذهب اسلام مشکل دارن بسیار خوب، مذهب دیگر رو اتخاذ بکنن. ولی ما آیا میخوایم مشکل ما با مذهب اسلام اشکال داریم؟ میگه بسیار خوب، به یه مذهب دیگر رو انتخاب بکنن. نه، اولا که لازم نیست مذهب دیگر انتخاب بکنیم، میتونیم هیچ مذهبی رو انتخاب نکنیم. ولی ما ستیز هم داریم، ما میخوایم اسلام رو ترک بکنیم و با اسلام بجنگیم. این کافی نیست که فقط به ما اجازه بدید که اسلام رو ترک بکنیم. مشکل دارن بسیار خوب، مذهب دیگری رو اتخاذ بکنن. ولی ما آیا میخوایم مشکل مملکتمون رو با اسلام ستیزی یا مذهب ستیزی پیش ببریم؟ اگه قرار این باشه همون بهتره این حکومت بمونه. این بدترین حرفی بود که آقای رضا پهلوی تا حالا تو تمام
تاریخ سیاسیش زده. و اینو من برای دفاع از آقای رضا پهلوی میگم، یعنی واقعا حرف بسیار زشت و کثیفی بود اینجا که آقای رضا پهلوی زد، ولی حداقل میشه گفت که از این بدتر تا حالا هیچ حرفی نزده. آقای رضا پهلوی داره میاد میگه که اگه قرار اسلام ستیزی بکنیم همون بهتر که این جمهوری اسلامی بمونه. یعنی برداشت من اینه که آقای رضا پهلوی جمهوری اسلامی رو بهتر از ما اسلام ستیزا میبینه. حکومت بمونه، معنی استفاده اون آلترناتیو نخواهم بود. باز این تأکید بر این بوده که ما قرار نیست که بر مبنای اسلام ستیزی انقلاب کنیم. اگه قرار باشه که با اسلام ستیزی انقلاب رو پیش ببریم، یعنی کلن داریم راه رو اشتباه میریم. اول نمیم به نظر برسه زوز هم حرف رضا پهلوی رو هم یه مقدار عوضش کرد، هم حتی با اینکه عوضش کرد هنوز هم اشتباهه. آقا جان اسلام ستیزی یه قسمت بزرگی از این انقلابه، مفیده. و آقا رضا پهلوی اینو نگفت. آقا رضا پهلوی تو کانتکستی که داشت اینو صحبت میکرد اصلا داشت میگفت کلن اسلام ستیزی رو میزد و داشت مقایسهش میکرد با جمهوری اسلامی و داشت میگفت حتی جمهوری از جمهوری اسلامی هم بدتره. چرا زئوس نمیتونه دقیقاً خود حرف آقا رضا پهلوی رو اینجا نقد بکنه؟ ولی حتی اگه حرف زئوس هم قبول بکنیم هنوزم غلطه. انقلاب رو پیش ببریم یعنی کلن داریم راه رو اشتباه میریم. آقا چرا داریم راه اشتباه میریم؟ اسلام، این انقلابی که یکی از بزرگترین نماداش آتش زدن روسریه، آتش زدن روسری اسلام ستیزی نیست؟ اسلام ستیزی هست و جمهوری اسلامی اسلحه، بزرگترین اسلحه نرمش اسلامه. چرا ما با اسلام ستیزی این انقلاب رو پیش نبریم؟ نمیگم که فقط با اسلام ستیزی، آقا شما حتی میتونین همزمان با اسلام این انقلاب رو پیش ببری و اسلام ستیزی. این چه اشکالی داره؟ یکی سی به من میگه چه اشکالی داره؟ آقا ما زدن پایه‌های فکری جمهوری اسلامی به نظر ما مفیده برای توی این انقلاب. زئوس دلیل داری برای که به ما بده که چرا این کار اشتباهه که ما از اسلام ستیزی استفاده بکنیم توی در جهت این انقلاب؟ اسلام ستیزی انقلاب رو پیش ببریم یعنی کلا داریم راه رو اشتباه میریم. خب توضیح بده چرا. و این درسته، ما باید به دموکراسی تاکید کنیم. در دموکراسی هم از حق آزادی ادیان حمایت میشه و هم از حق آزادی نقد به ادیان و حمله به ادیان و هم زئوس جان و حمله به ادیان و توهین به ادیان. حکومت قرار نیست که دین ستیز باشه. آخه حکومت معلومه که حکومت قرار نیست دین ستیز باشه. الان آقای رضا پهلوی توی این حرفش توی کانتکستی بود که داشت نقد میکرد سیویلینز و اشخاصی رو که تو حکومت نیستن رو داشت نقد میکرد. یه سری آدمهای شخصی که تو حکومت نیستن داشتن تظاهرات میکردن، آقای رضا پهلوی نقدش میکرد. بلکه قراره که ما که خارج آدم، تو خودت الان داری درباره انقلاب صحبت میکنی، تو داری میای میگی این توی انقلاب اسلام ستیزی، اگه این انقلاب در راستای اسلام ستیزی باشه داریم راه اشتباه میریم. خب انقلاب رو که حکومت نمیکنه، حکومت قراره بعدن بیاد. این انقلاب رو دارن اشخاص میکنن، اشخاصی که جدا هن از حکومت. پس اگه تو خودت هم بس حرفت با خودت تناقض داره. بله منم قبول دارم که حکومت نباید اسلام ستیزی بکنه، ولی تو وقتی داری میگی که توی این انقلاب اسلام ستیزی اگه بشه داره در جهت اشتباه میره، پس تو هم داری درباره اشخاصی صحبت کنی که هنوز حکومت تشکیل ندادن. و اسلام ستیزی نه تنها حق ماست، کار درستیه توی این انقلاب. و هم از حق آزادی نقد به ادیان. حکومت قرار نیست که دین ستیز باشه، بلکه قراره که ما که خارج از حاکمیت هستیم حق دین ستیزی رو در چارچوب قانون داشته باشیم. عالی. با اینکه من یه قسمتش رو به زئوس نقد دارم که آقای رضا پهلوی که داره میاد انقلابی رو که پشت دین ستیزی باشه رو مقایسه داره میکنه با جمهوری اسلامی و میگه همون بهتره که جمهوری اسلامی باشه، زئوس حتی یه نقد کوچیکم به این حرف آقای رضا پهلوی نداشت، با اینکه واقعا حرف افتضاحی بود. ولی حداقل یه چیز مثبتی که میخوام از این در بیارم اینه که زئوس داره درباره این حق دین ستیزی صحبت میکنه. این خیلی عالیه. یعنی همه کسایی که الان توی لایو چت به من همتون گفتین که اوه آرمین چرا میگی ستیز، زئوس داره درست میگه که ستیز استفاده نمیکنه و اینا، الان زئوس هم داره از حق دین ستیزی ماورای خدا ناباوری دفاع میکنه. این عالیه. همین که زئوس اینو گفته، این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. یه بیچاره یک بار از دهنش در رفت. نه فکر کنم نه زئوس با دقت صحبت میکنه. عالی شد بچه، دیگه برای همیشه ما اینو داریم دیگه، یه رفرنس از زئوس داریم که ماورای خدا ناباوری زئوس اومد از حق دین ستیزی دفاع کرد. یه بار دیگه اینو گوش بکنید، چون این خیلی من خوشحالم که اینو زئوس گفت. باشه، بلکه قراره که ما که خارج از حاکمیت هستیم حق دین ستیزی رو در چارچوب قانون داشته باشیم. او حرفای شاهزاده این حق ما رو محدود نکرده، درست گفته. و مشخص نیست که محدود کرده نکرده، ما شفافیت بیشتری میخوایم. غیر رضا پهلوی حرفای شاهزاده این حق ما رو محدود نکرده،
درست گفته و اتفاقا بهترین موضع گیری سیاسی رو هم در این مورد داشته. بدرود دوستان. من فقط بگم که بچه ما نقد به رضا پهلوی به معنای حمایت نکردن از ایشون نیست. واقعا تنها شانسی که داریم برای اینکه زیر یک رهبری بتونیم این انقلاب هدایت بشه آقای رضا پهلویه. نباید آقای رضا پهلوی رو از دست بدیم. اگه آقای رضا پهلوی رو از دست بدیم این انقلاب به شدت کندتر میشه. برای همین پس نقدایی رو که ما با آقای رضا پهلوی رو داریم و لطفاً همسو نبینید با هدف ما از تخریب ایشون. یعنی ما همچین هدفی نداریم، منظورم اینه. حالا بچه‌ها این بحثا رو ما میتونیم روی دیسکورد جمهوری بیخودان ادامه بدیم. لینکشو بالا اتاق پین کردم. یه چیزی هم بگم، ما هنوز دنبال داوطلب میگردیم که بیان عضو تیم جمهوری بیخودان بشین. لینک داوطلب شدنم زیر همه ویدیوهامون هستیم. ممنون که بودید. لطفاً اگر روی یوتیوب دارید نگاه میکنین همین الان قبل از اینکه برید برنامه رو لایک بکنین. ممنون از همتون بچه‌ها. فعلا ابلیس یار و نگهدار همه شما.